تیتر اول امشب نگرانی مقامات ایران از احتمال مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری استفاده گروه های مختلف سیاسی از کلاب هاست برای داغ کردن تنور انتخابات یا بایکوت آن از خط تولید یخچال حاج قاسم سلیمانی تا تأسیس امامزاده و مرکز پرورش طلاب اسنوبا و حاجی دیانی زیر زربین و ابعاد عجیب و تازه از تنش سیاسی در اردن آیا اسرائیل پشت ماجرا بود به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما علی ربیعی سخنگوی دولت گفته حکومت نگران پیامدهای مشارکت پایین رای ها در انتخابات ریاست جمهوری او گفته مشارکت پایین در انتخابات موجب عدم کنترل کشور و تشدید فشار خارجی ها میشه ربیعی گفته اگر نرخ مشارکت زیر 70 درصد باشه دولتی که سر کار میاد سرمایه اجتماعی نداره در آستانه انتخابات حالا شبکه اجتماعی جدید کلاب ناگهان به ابزاری مهم برای گروه های مختلف سیاسی شده برنامه ای که هنوز در ایران فیلتر نیست آیا این ابزار جدید به باز شدن فضا کمک میکنه یا اتاق پژواکی میشه برای انتشار پروپاگاندا در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم در همین ابتدای برنامه دو مهمان داریم امار ملکی استاد علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ از لاهه و عبدالرضا داوری مشاور پیشین محمود احمدی نژاد از تهران با ما آقای ملکی با شما شروع میکنم به نظرتون واقعا این فضای گفتگو رو داره ایجاد میکنه این کلاب یا به شکل یک اتاق پشواک شده برای اینکه هر گروهی در واقع همون نظراتی رو که داره به صورت یک صدایی بیان بکنه در نظر بگیریم که کلاب یک شبکه بسیار خاصی است برای یک طبقه مشخصی در ایران. ناکنید بعد در درجه اول کسانی هستند که بتونن آیفون داشته باشن در از محصولات اون رو داشته باشن و اونایی هم که با اندروید میان با هزار دردسر دارند و در نظر بگی که در اصل یک مجموعه ای میشه گفت محدود از طبقه متوسط اون تو هستند و به همین دلیل هم هستش که مجموعه اصلاح طلبان احساس میکنن که دست بالا رو دارن و مقدار به نوعی احساس اعتماد به نفس کردن ولی واقعیتش اینه که بخش بزرگی از جامعه که تعداد از طبقات محرومتر هستند طبقاتی که امروز میدونیم در صد بلاوز اقتصادی اکثریت جامعه رو تشکیل میدن به این ترین فضا وجود حضور ندارند و اتفاقا اونها هستند که طبق نظرسنجی مستقلی که انجام شده بیشترین گرایش به عدم شرکت در انتخابات رو دارن یعنی این طبقه متوسطی که بخشش مردد هستند شاید یک مجموعه 5 تا ده درصد هستند که بتونه به نوعی مقدار این وضعیت انتخابات بالا ببره درصد می‌بینیم نتایج از اصلا مستقل نشون میده همونجوری که نگرانی‌های اونها هستش که در حدود 25 درصد بیشتر فعلا فضای مشارکتی در ایران وجود نداره آقای داوری عدم مشارکت چیزی هستش که خود دولت هم رسما از اون ابراز نگرانی کرده به حال این دل سردی نسبت به صندوق‌های رأی چیز جدیدی نیست و به نظر میاد که الان پررنگ‌تر از همیشه هست آیا این کلاپاس به شکلی یک هدیه از آسمان بود برای هم استاتلبان هم اصولگران هم همه اون کسانی که میخوان در واقع این تنور انتخابات رو داختر بکنن؟ من سلام عرض میکنم دیوان خدمت شما و خدمت آقای ملکی و بینندگان محترم برنامه تیتر اول ببینید اولا من این پیشفرد رو که مشارکت در انتخابات 1400 پایین هست این رو برای دلایلی که حالا در ادامه فرصت شد بهش میپردازم اعتقادی بهش ندارم و معتقدم که کپ نرخ مشارکت در انتخابات آتی بالای پنجاه درصده که حالا دلایلم رو عرض میکنم منتها چون راجع به کلاب هاوس پرسیدید من این مدتی که خودم تا حدی حضور داشتم در محیط کلاب هاوس و در مسیر گفتگوها تا حدی مشارکت داشتم رسد و پایش میکردم گفتگوها رو به نظر میرسه که کلاب به ابزاری داره تبدیل میشه تا جریان های رادیکال رو در هر دو سوی سیاست ایران یعنی به نوعی رادیکال های درون ساختار و رادیکال های بیرون ساختار به نظر میرسه که رادیکالیزم به نوعی در کلاب هاست بین گروه های مرجع داره به هاشیه میره و در این بین گروه که فاصله دارن با گفتارهای رادیکال اینها دارن برجسته میشن در میان گروه های مرجع آقای ملکی شما همچین اعتقادی دارید یعنی با تمام عیب و ایراداتی که داره مثلا چند روز پیش همین آقای ظریف وزیر خارجه ایران یک اتاقی داشت و داشت صحبت میکرد خب خیلی راه ندادن خبرنگاران فارسی زبان خارج از کشور یک عده محدودی رو راه دادن آیا به نظر شما تبدیل میشه به یک اهرام پروپاگاندا و فقط اون چیزی رو که میخوان منتشر خواهند کرد یا بالاخره در بین همین صداها در بین همین اتاقها این مونولوگ آرام, آرام, آرام ممکنه به دست کم حدودی از دیالوگ تبدیل بشه بله کلاپاس همون شکل سنتی که در صد این دوستان دا اصلاح طلب و حالا اصولگرا این جریانات در حکومت بهش عادت داشتن رو به در فضای مجازی ایجاد کرده شما نگاه کنید قبلا اینها استادیوم سالن میگرفتن میرفتن اونجا سخنرانی میکردن حالا پنج نفر چهار نفر و بعدش هم یه ده نفر هم گلچین شده میمدن سوالاتی میکردن و اینها حالا همون فضا رو در اصل به شکل مجازی دارند و همین که میفرمایید خیلی رو راه نمیدن اساسا پروتکل های خود جمهوری اسلامی رو اونجا دارند و هیچ فرقی نکرده از اون منظر ولی نکته‌ای که هستش اینه که میگم به نظر میرسه بحثی که حالا آقای داوری هم می‌فرمایند که رادیکال‌های اینور و اونور گویا که مثلا طیف آقای احمدی نژاد شدن واقعاً میانه روهای انتخابات 1400 میخوان باشند بحث این نیست بحثی هم که دائم تکرار میکنند اتفاقا تنها چیزی که ظاهرا این دفعه تمامی این گروه‌های درون حکومت باش توافق دارند این تاکید کردن بر مشارکت بالای 50 درصدی است یک پروپاگاندایی که همه انقدر بگویند که بعدا اگر نیاز شدش که این رو اعلام بکنیم با هر گرایش که هستیم درصد اینجا مسئله حفظ نظام مسئله اون آبروی نظام هستش و این 50 درصد رو بگیم هیچ شواهدی وجود نداره قبل از انتخابات اسفند 98 هم نظرسنجی خود حکومت اعلام کرده بود که 65 درصد شرکت میکنند که مجبور شدن حتی 42 درصد رو اعلام بکنن که میدونیم اون هم رقم واقعی نبود و باز بوده 25 درصد تا 30 درصد بود درصد این فضا بیشتر فضاییه که هر بله. این رو به نوعی به مردم به قبول ما مشارکت فرصت ما کم هست چون آقای داوری اشاره کرد به اینکه گمان میکنه درصد مشارکت بالای 50 درصد هست به هر امکانات فنی برای کسی وجود نداره در ایران که آمارگیری دقیق و درستی بتونه انجام بده ولی از زواهر هم به نظر میاد که بالاخره بخش قابل توجهی از جامعه دلسرد هستند دیگه چرا همچین تصوری شما دارید که مشارکت بالا خواهد بود آقای داوری شما جواب بدید. متاسفانه ارتباطمون با آقای داوری به نظر میاد که دچار مشکل هست بله آقای داوری اگر صدای من رو میشنوید پرسیدم که به چه دلیل فکر میکنید مشارکت بالا خواهد بود خب نداریم آقای داوری رو به آقای ملکی تو سی ثانیه شما میتونید پاسخ بدید خیلی خب بله من گفتم این فضا وجود نداره واقعیش که 50 درصد میگم یک پروپاگاندا هستش تمامی شواهدی که نشون میده اولش 25 درصد 30 درصد است و اساسا اینا بگم اگر بالای 50 درصد بود مطمئن باشید آقایون انقدر نگران نبودن اینکه شما در اتاقای کلاب هاوس در اتاقایی که در مورد تحریم صحبت میشه سران اصلاح طلب حتی شرکت میکنن به دلیل اینکه میدونن فضا انتخابات سرد است وگرنه در سالهای قبل اگه یادتون باشه در این مواقع معمولا اینها خودشون اتاق داشتن و کاندیداهاشون بود و خیلی احساس اعتماد به نفس میکردن این فضا اصلا براشون وجود نداره امسال ممنونم از شما آقای ملکی و اصخایی میکنم که آقای داوری رو ارتباطمون رو باش از دست دادیم سپاسگزارم از هر دوی شما آقایون میخوایم برندی رو زیر ذره ببریم که نه تنها در کار واردات و منتاج لوازم خانگیه بلکه حوزه علمیه داره امامزاده تاسیس کرده و همین اواخر خط تولید یخچال قاسم سلیمانی رو راه انداخته امشب برند لوازم خانگی اسنوا رو زیر ذره میبریم احتمالا این شعار رو توی سطح خیابون شهر دیدید فقط یک ایرونی میدونه یه ایرونی چی میخواد این شعار لوازم خانگی اسنواست اگر برنامه خندوانه با جناب خان و رامبد جوان رو دیده باشید باید بگم لوازم خانگی اسنووا اتفاقا حامی برنامه خندوانه هم شد و همین بود که رامبد جوان براش تبلیغ کرد دکتر شما وقتی که یکی از محصولات اسنوا رو بخرین دایتونه بهتون چی گفتم دیگه آقا از این جشنواره استثنوایی اسنووا قافل نشین جشنواره استثنوایی اسنووا بدوی نصبش مهم ها بریم تو سایت بزنیم ببینیم چه خبر خرید اما بذاری داستان اسنووا رو با یه بار قاچاق شروع کنیم تا بعد برسیم به خط تولید یخچال حاج قاسم سلیمانی تاسیس امامزاده و مرکز پرورش طلاب وابسته به اسنووا بهمن سال 94 52 کانتینر قاچاق وارد بندر شهید رجایی شد قضیه از این قرار بود که قاچاقچی سعی کرده بود که با جاسازی یخچال های خارجی در پشت کانتینرها و قرار دادن قطعات تولید یخچال در جلوی کانتینر اونو به داخل کشور وارد کنه اما قاچاقچی کی بود شرکتی به نام مبینتاهای انتخاب هیئت مدیره شرکت مبینتاها انتخاب رو شرکت های توسعه سرمایهگذاری انتخاب ارکان ساختار نوین ایرانیان و های راستا تشکیل میدن این شرکت ها به کجا وستند؟ این شرکت ها همگی در آخر به یک جا میرسند اسنوا و گروه صنعتی انتخاب گروه انتخاب هم به محمد رضا دیانی معروف به حاجی دیانی ختم میشه خلاصه اون بار قاچاق مربوط به شرکت زیرمجموعه حاجی دیانیه حاجی دیانی بعد گفته بود که این بار قاچاق رفتی به اون نداره و بعد از اون هم از این محموله قاچاق خبری به بیرون درس نکرد اما حاجی دیانی که در گرانی سکه و خون مردم رو مقصر میدونه کیه خیلی نرین دنبال آمریکا بگردیم و جاسوس های پیچیده بگردیم اینا بالاخره مردم الان هم بازار سکه و باز. خب همین مردم بعد سکه باز. او تو حمل که یا بعضی ها به حاجی دیانی کارآفرین نابغه میگن متولد 1354 اول میخواست آخوند بشه اما بعد درس طلبگی رو رها کرد و رفت سراغ کسب و کار اون حالا وارد کننده برند های دبو هایر و اسنو اما غیر از لوازم خانگی حاجی دیانی یک امامزاده و حوزه علمی هم تاسیس کرده امامزاده که دیانی بناش کرده در واقع مقبره خواهر امام که تحت پوشش بنیاد خیریه آلاست غیر از اون دیانی یک حوزه علمیه هم برپا کرده که هدفش تربیت و اعزام طلاب مسلط به زبان برای تدریس در کرسی های اسلام شناسی خارج از ایرانه. اسم این مرکز مؤسسه ای المرتضا است پارسال معاون وزیر کشور گفته بود که چهل درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار گروه صنعتی انتخابه اما سلطه دیانی فقط به لوازم خانگی محدود نمیشه بلکه گروه صنعتی انتخاب تعداد زیادی شرکت مادر دیگه هم داره و حوزه فعالیتش از پتروشیمی و پلاستیک هست تا نساجی و گردشگری و ساختمان سازی بیش از چهل شرکت زیر نظر حاجی دیانی در ایران و خارج از ایران فعالیت دارند. به طور مثال شرکت فولاد بافت یکی از بزرگترین مجتمع های فولاد ایران در زمینی بالغ بر 620 هکتار به تولید آهن اسفنجی مشغوله و یا شرکت خدمات سوخرسانی دریایی انتخاب امین برتر در بندراباس و چابهار ماهانه 100 هزار تن نفت کوره میفروشه. هر مشکلی یه راه حل داره فقط باید دسترسی به دنیای سرگرمی با سیستم عامل اندروید فقط یه ایرونی میدونه یه ایرونی چی میخواد اسنوبا روی ما حساب کنید اخیرا هم خط تولید یخچال قاسم سلیمانی رو با حضور مجازی حسن روحانی افتتاح کرد حاجی دیانی رو میشه کنار رهبر جمهوری اسلامی و یا سران نظام از گذشته تا الان دید و به لحاظ اقتصادی با هر دو طیف اصولگرایان و اصلاح طلبان راه میاد مثلا میشه دیانی رو در هیئت مدیره شرکت گسترش سنایی و معادن ماهان کنار اصلاح طلبانی مثل مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون روحانی و یا حمیدرضا آصف سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ایران دید و البته مرتضا بانک مشاور رئیس جمهوری ما نتونستیم هیچ گزارش مالی از شرکت ها کارخونه ها و پروژه های حاجی دریانی پیدا کنیم اما به گزارش مرکز آمار ایران در سال 98 قیمت لوازم خانگی حدود 50 درصد نسبت به سال 97 افزایش داشتیم اما چرا کسی که به گفته مقامات ایران چهل درصد بازار لوازم خانگی رو در اختیار داره و رد, رد پاش رو میشه در بخش بزرگی از صنایع مادر دید مقصر گرونی رو مردم میدونه خب بریم به اردن دولت این کشور ادعا کرده روی شاپوشنیک تاجر اسرائیلی که قصد کمک به حمزه بن حسین ولیعت سابق اردن رو داشته از عوامل سابق موساده این تاجر اسرائیلی اما هر گونه ارتباط با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل رو رد کرده و گفته که فقط دوست شاهزاده حمزه است و قصد داشته با هواپیمای شخصی همسر و فرزندان همزه رو به اروپا بفرسته شنبه ولیعت سابق اردن و 20 نفر دیگه به اتهام‌های مختلف امنیتی بازداشت شدند. بابک اساقی همکارم از اورشلیم با ماست. بابک شرایط پیچیده ای هست. اردن یکی از محدود کشورهای عربی است که روابط دیپلماتیک داره با اسرائیل و الان یک نام اسرائیلی به این پرونده تنش سیاسی در اردن اضافه شده. واکنش مقامات اسرائیلی شده بوده؟ باید بگم که رسانه های اسرائیلی تقریبا تماما به بررسی این موضوع پرداختن باید بدونیم که این وضعیت در اردن برای اسرائیل بسیار بسیار, بسیار با اهمیت و نه تنها با دقت مسئولین اسرائیل بلکه با نگرانی دنبال میکنن زیرا ثبات اردن برای اسرائیل بسیار مهم هست بعد از صلحی که بین اسرائیل و اردن در سالهای 90 به وقوع پیوست هیچ گونه تنشی در مرزهای اسرائیل و اردن وجود نداشته و با آنکه یک صلح گرم بین دو طرف برقرار نیستش ولی هیچ گونه برخوردهای نظامی هم وجود نداره و مرزهای آرامی داره و اسرائیل به دنبال باثبات بودن اردن به دلیل همین هم هستش و در رسانه های اسرائیل بسیار بعید میدونن که اسرائیل نقشی در آنچه که در اردن این روزها میگذره حال یا کودتا و یا یک جنبش جنبش ضد پادشاهی را نقشی داشته باشه همانطوری که گفتین بارک راوید یکی از روزنامه‌نگاران اسرائیلی دیروز با آقای روی اشپوشنیک یکی از بازرگانان اسرائیلی صحبت کرد و او شخصی هستش که رسانه های اردنی گفتن که قرار بوده که آقای حمزه بن حسین را از اردن بیرون بیاره با هواپیمای شخصی خودش ایشون گفتش که یک دوستی شخصی با حمزه داره و وقتی که دیده که او در خطر هست از به او و خانواده پیشنهاد کرد که با هواپیمای شخصی او را بیرون بیارن در هر صورت وضعیت پیچیده ای که در اردن به وجود اومده اسرائیل تلاش میکنه که به هر صورت خودش را از اون دور نگه داره و وارد مسائل سیاسی در داخل اردن نشه در مقابل هم مقامات اردنی دیروز پیام برای با اسرائیل فرستادن که اردن کشوری با هستش سیاست بله هست با هست و بابکن. هیچ صدای ما مجبورم را بکنم چون فرصت ما محدود هست این... این با عرض فوزش از همکارم بابک اساقی در اورشلیم ارتباطمون صدای من یعنی ولی فرصت ما محدود هست ولی حرف از اردن شد بیا یه نگاهی به تاریخ معاصر و وضعیت این کشور بندازیم اینجا پشت سر من نقشه اردن سرزمینی که بیش از هفته هست پادشاهی اردن هاشمی خونده میشه و خاندان سلطنتیش ادعا میکنن که تبارشون به پیامبر اسلام میرسه الان عبدالله دوم پادشاه اردنه که بعد از پدرش ملک حسین از سال 1377 شمسی به این مقام رسیده ملک حسین که روابط نزدیکی با آمریکا و شاه ایران هم داشت بعد از جنگ داخلی با شبه نظامیان فلسطینی که به سپتامبر سیاه مشهور شد موضعش رو در برابر اسرائیل تغییر داد و بالاخره به قرارداد صلح سال 1373 رسید اونم در حالی که بخشی از جمعیت اردن رو فلسطینی‌های آوار تشکیل میدن ملک حسین چهار بار ازدواج کرد و یازده فرزند داره بزرگترینشون پسرش همین عبدالله دومه که الان پادشاه عبدالله فیصل زین و آیشه مادرشون ملک منا بود همزه هاشم ایمان و رایه هم مادرشون ملک نورالحسین که آخرین همسر ملک حسین بود حالا این شاهزاده همزه کیه 41 سالشه و افسر ارتش بوده عبدالله دوم برای اینکه انسجام خاندان سلطنتی رو حفظ بکنه به جای پسرش همزه رو به عنوان ولیعهد انتخاب کرده بود اما آذر سال 83 اون رو خل کرد بعد از اون همزه ظاهرا بیشتر به کارهای تجاری و تفریح و سرگرمی مشغول بود تا اینکه روز شنبه به تلاش برای انجام کودتا علیه عبدالله متهم شد و حالا در حبس خانگی به سر میبره تنش های سیاسی در اردن منحصر به خاندان سلطنتی نبوده از زمان روی کار اومدن عبدالله دوم بیشتر بیشتر نخست وزیرهاش مدت زیادی در سمتشون دوم نیاوردن بعد از بهار عربی اعتراض هایی در اردن هم شکل گرفت که به اعتصاب سراسری در نهم خرداد سال 97 1397 شمسی در واقع و بعد هم به سقوط دولت منجر شد دو نخست وزیر قبلی اردن به دلیل اعتراض گسترده مردم ناچار به استعفا شدند نخست وزیر فعلی بشار خساوانه که چند ماهی کارش رو با وعده اصلاحات اقتصادی شروع کرده برآورد شده که حدود 15 درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. حالا گذشته از نارضایتی های داخلی و جنگ در سوریه و وضعیت پناهجویان و تنش در منطقه دولت اردن مثل بسیاری از کشورهای دیگه با بحران کرونا هم داره دست و پنجه نرم میکنه با این حال وضعیت آزادی بیان در این کشور از اغلب کشورهای عرب زبان دیگه بهتره آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر با ما آقای عزیزی این وضعیتی که پیش آمده کمابی شبیه فیلم های جیمز باند هست چه داره میگذره در اردن ببینیم واقعیت این هستش که نارضایتی اجتماعی در اردن به اینکه زیادی وجود داره و در مدت تاخیر افزایش یافته ماه گذشته استعفای وزیر بهداشت رو داشتیم بعد از درگذشت یک سری بیمار در شهر سلت اعتراضات معلمان رو داشتیم به نظر من خلاصه اگه بخوام بگم اتفاقی که در میفته اینه که نارضیت های اجتماعی که وجود داره شکاف های اجتماعی که وجود داره خودش رو میاد نشون میده در این اختلافاتی که میتونه در خانواده سلطنتی وجود داشته باشه حالا اینکه واقعا در واقع همزه میخواسته حرکتی بکنه یا دست به تا بزنه یا احتمالا با اسرائیل یا با بقیه کشورهای منطقه ارتباطی داشته یا نه رو واقعا خب آدم نمیتونه بدونه که شاید مراحل اولیه یه بوده و از همون اول جلوش رو گرفتن یا همین که حمایت سیاسی داشته جمعی کرده رو برش نگران شدن اون چیزی که میدونیم اینه که اختلاف اجتماعی زیاده و این خودش رو نشون میده و همزه هم در بین بسیاری از قبایل اردنی در بین بسیاری از جامعه اردن حمایت جمع می کرده از خودش و به نظرم اتفاقات چند روز گذشته زنگ خطری هست برای حاکم اردن که میدونه به حال این نارام, نارام های اجتماعی میتونه به سطح کلانتری کشیده بشه اگر به خواسته های مردم رسیدگی نشه وقت میکنم به این سمت برن که جامعه رو آروم بکنن از طریق وسایل رفاهی و اینها همون کاری که ده سال قبل کردن ممنونم در شاسخ به بهار عربی ممنونم آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر با ما پلیس فرانسه چهار زن و یک فرد کمتر از سن قانونی رو به اتهام تدارک و آمادگی برای انجام حمله که تروریستی عنوان شده بازداشت کرده. زنان بازداشت شده از اعضای یک خانواده هن و گفته شده عقاید اسلام داشتند. پلیس فرانسه گفته این اقدام بخشی از تحقیق بر روی یک حمله تروریستی احتمالی در شهر مونپلیه در جنوب این کشور بوده. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از وین با ماست نیلوفر فرانسه با حملات این چنینی به خصوص در جنوبش کم و بیش آشنا هست چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد نقشه این گروه بله اونطور که وزیر کشور فرانسه هم میگه سطح این حملات و تهدیدها همچنان بالاست در فرانسه و به همین دلیل که چنین موضوعاتی رو بسیار جدی میگیره اون چیزی که منتشر شده اینه که پنج نفر از اعضای یک خانواده بازداشت شدن در جریان تحقیقات یک پرونده یکی از اونها شخص اصلی یک نوجوان 18 ساله دختر 18 ساله که گفته میشه در حال احتمالاً برنامه ریزی برای یک حمله تروریستی کلیسا یا کلیساهایی در مونپولیه در روز عید پاک بوده گفته شده که در منزل اونها موادی که حالا میشه با اونها مواد منفجره درست کرد مواد اولیه یا چاشنی هایی پیدا شده به همراه یک شمشیر خانواده او یعنی مادر و سه خواهر او هم بازداشت شدن ولی بازداشت و ادامه بازداشت اونها به دلیل مشخص کردن ماهیت این حمله یا برنامه ای او بوده گفته شده که حتی در زمان دستگیری رفتاری که او از خودش نشون داده این نوجوان 18 ساله نشان از عزم او داشته برای حملاتی که انجام میده گفته شده که اونها پلیس اونها رو برای حالا فعالیت های خاصی نمیشناخته ولی افرادی بودن که به اسلام افراطی روی آورده بودن و این دختری که حالا مزنون اصلی هست قبل از این ویدیوهای داعش رو هم نشر کرده بوده بازداشت موقت اونها 24 ساعت دیگه هم امدید شده برای بررسی بیشتر و فعلا یک پرونده اولیه براشون باز شده ممنونم از سونی لوفر پور ابراهیم خبرنگار ما که الان در وین هست جایی که فردا مذاکرات برجام شروع خواهد شد و حتما با او در این باره هم صحبت خواهیم کرد قبل از پایان برنامه بگم که اگر شما لکه های بارد. جوهری که بعضی از روانشناسان بالینی برای تست شخصیت و اختلال های روانی ازش استفاده میکنن رو توی فیلم های یا جای دیده باشید شاید براتون جالب باشه که این تست مشهور که هرمان رورشاخ روانپزشک سوئیسی تحت تاثیر یونگ و فروید اونها رو درست کرده حالا 100 ساله شده توی این تست به فرد یک لکه جوهر نشون میدن و ازش میخوان که بگه چه چیزی توی این تصویر میبینه و بعد از اون برای تست شخصیتش استفاده میکنن من هم شما رو با این تصویر تنها میذارم تا ببینید که شما در اون چه چیزی میبینید تا فردا و تیتر اولی دیگر بدرود